همیهنان عزیز، این اخبار رو در حد توانتون منتشر بکنید. اولتیماتوم حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور رژیم ددمنش و ضد ایرانی جمهوری اسلامی به ارتش ایران. در روز ارتش در ایران، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور به جای اینکه به نیروهای ارتش خسته نباشید بگه، ارتش رو تهدید کرد و گفت که ارتش در اعتراضات مردمی باید تکلیف خودش رو معلوم بکنه که یا با حکومت باشه یا با مردم. این یک تبریک داره به مردم ایران که ثابت میکنه ارتش به سمت مردم اومده و با مردم هست و جمهوری اسلامی از این قضیه ترسیده. اولتیماتومی که حسن روحانی به ارتش داده پیرو صحبت‌های کیومرث حیدری، فرمانده بسیجی نیروی زمینی ارتش در اسفند 99 هست که سعی کرد با بیان کردن اینکه ارتش در اعتراضات سال 98 برای سرکوب مردم نقش داشته، سعی کرد که مردم رو از ارتش متنفر کنه. اما امروز جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که روی ارتش در زمان اعتراضات مردمی برای سرکوب نمیتونه محاسبه بکنه و از ارتش ناامید شده. به همین دلیل قطعاً میشه پی برد در آینده نه چندان دور و خیلی نزدیک یک سری اتفاقاتی در داخل ایران قراره به وقوع بپیونده که جمهوری اسلامی از همین امروز در حال خط نشون کشیدن برای ارتش هستش و در طول 3 سال گذشته تنها گروهی بودیم که سفت و سخت از ارتش حمایت کردیم و ارتش رو تنها نذاشتیم و درخواست کردیم بارها و بارها و بارها از مردم که از ارتش ایران حمایت کنید و اگر ارتش ایران به مردم بپیونده قطعا کار جمهوری اسلامی تمومه و نیازی به گزینه‌هایی که مردم در ذهنشون می‌پرورونن برای گذر مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی نیست. اما پیامی که به سران جمهوری ایرانی اسلامی و خصوصا حسن روحانی داریم این هستش که فراموش نکنید ارتش یعنی مردم و مردم یعنی ارتش، ارتش یعنی مردم و مردم یعنی ارتش. و پیامی که برای مردم ایران داریم این هستش که عزیزان، مردم عزیز ایران، در زمان اعتراضات به سمت پادگان‌های نظامی برید و از نیروهای نظامی و ارتشی بخواهید که ازتون حمایت کنند و قطعاً در مقابل شما صف می‌بندن که از شما و جون شما و حق و حقوق شما در مقابل نیروهای سرکوب ضد ایرانی حمایت کنند. فراموش نکنید پادگان‌های ارتش نقطه مثبت و عطف پیروزی ما مردم ایران خواهد بود. اما یک اخطاری میخوام بدم به سران سپاه در این بخش و اون این هستش که همونطوری که شما خودتون سرداران سپاه و وابستگان به سپاه دیدید، جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی رو معامله کرد و از اون یک کتلت ساخت، محسن فخری‌زاده رو معامله کرد و از اون املت ساخت و امروز شما شاهد هستید که سید محمد حجازی جانشین سپاه تروریستی قدس رو معامله کرد. بنابراین تا دیر نشده به مردم بپیوندید و بیاید نشون بدید که ایرانی هستید و شما نیروی ایران هستید، نه نیروی حکومت ضد ایرانی. شما نیرویی هستید که از مردم حمایت میکنید. همونطوری که عزیزان شما شاهد هستید، بیش از 10 سال هست که گروه‌های مختلفی به اسم ایران شهری و ایرانگرایی و دم زدن از ناسیونالیست ایرانی و یا بازگشت به اصالت ایرانی از سوی جمهوری اسلامی شروع به فعالیت کردن. مثلا به عنوان اپوزیسیون دارن فعالیت میکنن برای گذر از جمهوری اسلامی. در دل اینها یک گروهی هست به اسم رنسانس نوزایی که رئیس همشون کسی نیست غیر از سید حمید موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد. همیهنان عزیز دقت کنید، این گروه ها برای 2 اتفاق اومدن. نخست این که خواسته باشن جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی رو بگیرن و دوم این که در زمان سرنگونی جمهوری اسلامی با دیدن این که نیروهای پادشاهی خواب منسجم دارن میشن و روز به روز این انسجام داره قوی تر میشه، سعی کنن این انسجام رو از بین ببرن و متلاشی بکنن و اگر هم حکومتی به نام حکومت پادشاهی قرار در ایران بیاد، گذر از سلسله پهلوی باشه و به یک سلسله جدید مردم رو بکشن. و اینها ظاهرا هم کر هستن هم کور هستن که مردم ایران، میلیون ها عاشق حکومت پادشاهی، همزمان عاشق سلسله ایران ساز پهلوی هستن و هیچ حکومتی رو و هیچ سلسله‌ای رو به غیر از حکومت پادشاهی و در ادامه سلسله پهلوی نمیخوان. بنابراین باید بدونید
کسی مثل سید حمید موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد کسی نیست جز اون که پدر این شخص در دهه 60 در دهه قتل عام جمهوری اسلامی در خاک ایران رئیس زندان وکیل آباد مشهد بوده و دستش به خون هزاران ایرانی آلوده است و کماکان بعد از گذشت 3 دهه حدوداً هنوز سیاست‌های پدر این شخص در زندان وکیل آباد در حال اجراست و همینطور پدر بزرگ این شخص کسی نیست به غیر از آیت الله موسوی نژاد مؤسس حوزه علمیه موسوی نژاد و شاگردان آیت الله موسوی نژاد پدر بزرگ شاهین نژاد کسانی نیستن به غیر از ابراهیم رئیسی و علم الهدا امام جمعه مشهد. در حالی من این صحبت ها رو دارم بیان میکنم که همین شاهین نژاد با نام اصلی سید حمید موسوی نژاد از آمریکا کتاب می نویسه می فرسته ایران و جمهوری اسلامی هزینه می کنه براش و اینا رو چاپ می کنه با نام دیگر منتشر می کنه. مراقب باشید این گروه ها با فرتورهای شاهنشاه آریامه و رضا شاه بزرگ شما رو فریب ندن. چند وقت پیش یک مطلبی رو نوشتم و منتشر کردم به اسم نهاد پادشاهی ستون پیشرفت کشور است. این متن نامه با هر جایی شما دیدید اسمی از رنسانس نوزایی حمید موسوی نژاد یا شاهین نژاد و افرادی که زیر دست اون دارن پول میگیرن و بر علیه مردم ایران قیام کردن، از سپاه حمایت میکنن، از قاسم سلیمانی حمایت میکنن، مطالب اینها رو نه امضا کنید نه منتشر بکنید و بعد از اونم دیدیم که همین متن با پتیشن اومده بیرون. بنابراین دوستان مراقب باشید، دشمنان ایران و مردم ایران هر لحظه با یک ترفند جدید دارن خودشونو نشون میدن و هرچه ما به پیروزی نزدیکتر بشیم حمله به خاندان ایرانساز پهلوی بیشتر خواهد شد و حمله به طیف پادشاهی بیشتر خواهد شد و از این دست علازل و اوباش رو شما با شکلها و رنگهای مختلف بیشتر شاهد خواهید بود. انسجامتون رو از دست ندید. حول محور یک مسئله مهم، حکومت پادشاهی با سلسله پهلوی متمرکز باشید و مبارزه کنید به صورت خشونت پریز و مسالمت آمیز از این قضیه جمهوری اسلامی نجات پیدا خواهیم کرد. در پایان تبریک دوباره میگم به مردم شریف و ستمدیده ایران که ارتش به مردم پیوسته و باید همه بفهمند ارتش یعنی مردم، مردم یعنی ارتش. پاینده ایران بزرگ و تا ابد جاوید شاد.